سلام دوستان عزیز، خوش آمدید در چینل خودتان. امروز آموزش آش سبزی یا آش رشته را داریم. تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. مواد لازم برای آش سبزی: مقدار سبزی لازم داریم که شامل گشنیج، جعفری، اسفناج و گندنه یا تره میشه که ما اینجا تره نداریم و از تره فرنگی استفاده کردیم. سبزی ها را حالا میشوریم. من اسفناج داخل آب انداختم و میشورم و بعدش سبزی بعدی را میشورم. دوستان عزیز، گفتم به جای تره یا گندنم از تره فرنگی استفاده کردم. تره فرنگی داخلش مقداری لایه لایه هسته، گل و خاک و سنگ ریزه داره، به خاطر از او باید از موبنج قشنگ نیم کنیم و لایه هاش را از همدیگه سوا کنیم و داخل آب تمیز بشوریم. حال سبزی های شسته شده جعفری و گشنیج خرد میکنم. در سبزی هاش هر اندازه که دوست داشتین میتونین سبزی را خرد کنین. حال پالک یا اسپیناج خورد میکنم. اسپیناج سرشار از آهن و سبزی بسیار مفیدی هستند. آلی نوبتی تره فرنگی یا گندنه رسیده، برخورد میکنیم. دوستان عزیز، بهتره که اول سبزی رو بشوریم بعد خورد کنیم. مواد لازم برای آش ما: 2 عدد پیاز، 10 حبه سیر، 300 گرم لوبیای قرمز پخته شده، 300 گرم نخود پخته شده، 150 گرم عدس، 2 قاشق نعنای خشک، نمک به مقدار ضرورت، 1 قاشق زردچوبه، 250 گرم رشته آش. دیگ دیگ آب جوش میمانیم و عدس ها رو داخل دیگ می‌ریزیم تا پخته شود. عدس ها پخته شده و حالی نخود پخته شده را اضافه می‌کنم و لوبیای پخته شده را اضافه می‌کنم. و حالی سبزی خرد شده، تره، گشنیج، جعفری و پالک اضافه میکنیم و میمانیم که پخته شود.
در دیگه میبندیم و حالیس پیازهای خوره خرد میکنیم. همینطور که میبینید پیازها رو به حالت چسبی خرد میکنیم. و حال سیر خلالی ریزه میکنم. میزان سیری که داخل از این آش استفاده میکنیم به دلخواه خودتانه، کم و زیادش. صد گرم روغن داشتیم، داخل یک دنه ظرف میلزیم. سیرای خرد شده را داخل روغن میلزیم و میمانیم که سرخ شود. سیرای مال سرخ شده در قاب میگیریم و در همون روغنی که داشتیم آلی پیاز را سرخ میکنیم. پیازهای ما هم سرخ شده، حالی پیازها را در قاب میگیریم بعد از اینکه پیازها را در آوردیم یک قاشق زردچوبه را داخل روغن داغ مندازیم و یک دقیقه سرخ میکنیم. چون حرارت روغن ما داغ است، نعنا را داخل آن میندازیم و سریع بارا میکنیم تا نعنای ما نسوزد و عطر و بویش از دست نره. مقدار نمک که داشتیم بهش اضافه میکنیم. حدودا 2 قاشق نمک بود. و حالی رشته های آش خوره از مابین دونیم میکنیم و داخل آش میریزیم. و شور میتیم که با بقیه مواد مخلوط شوند. و مقداری از پیاز سرخ شده و نصف سیر سرخ شده را داخل آش می‌ریزم. نصفی از نعنا داغ که شامل نعنا و زردچوبه و روغن داغ شده هست را داخل آش می‌ریزیم و آش خورا شور می‌دهیم. یاش ما باید حدوداً بعد از اینکه رشته ها را انداختیم 8 دقیقه یا 10 دقیقه پخته شوند. در دیگه میبندم و بعد از 5 دقیقه دوباره میوم یک سر در دیگه میزنم. بعد از 5 دقیقه میبینید که رشته های ما کمی پخته شده و آش لذت زیادتر گرفته در خود. میمانیم 1-4 دقیقه دیگه هم پخته شوه. دوباره
دوستای عزیز، بعد از 7-8 دقیقه که از پخت آش رد شد، زیر اجاق خاموش کنید و 10 دقیقه دیگه بمانید تا آش شما جا بیفته. حالی من آش در کاسه کشیدم و با مقداری کشک یا قرود تزئین میکنم. آش رشته یا آش سبزی که درست کردیم روش که کشک یا قرود انداختیم بسیار مزه دار میشه و حالی با مقداری از نعنای داغ شده در مابینش میریزیم و تزیین میکنیم. همینطور که میبینید من با یک کارد تزیین میکنم و شکل میدم در آش. ای آش بسیار خوشمزه و سرشار از حبوبات، نخود، لوبیا، عدس و سبزیجات هست که بسیار مغذی و مقوی هسته. برای تزیین مابین آشمان از مقدار سیر سرخ شده که داشتیم و مقدار پیاز سرخ شده در مابین آش میمانیم و تزیین میکنیم. این آش بسیار خوشمزه یه. امیدوارم شما دوستان هم در خانه تهیه کنید و جور کنید و نوش جان کنید. دوستان عزیز، اگر از این ویدیو خوشتان آمده لایک کنید، چینل خواهرتان را سابسکرایب کنید، نماد زنگوله را بزنید تا ویدیوهای بعدی من را داشته باشید. نظرات و پیشنهادات خود را در کامنت نوشته کنید. تشکر شما دوستان که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید.